السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد ما فلسفي تقليدي هست که این فلسفی تقلیدی را هم ما میخواهیم شرح بدیم. فلسفی تقلیدی چی هست و به چی ارتباط داره؟ بعد از اینکه تأثیر فلسفی اسلامی را ما شما فهمیدیم، فلسفی تقلیدی هم یک علم است، یک عنوان درس است که باید این را هم بفهمیم. فلسفی تقلیدی اصلا هدفش آن است که آیا مسلمانان از خود فلسفه و دانش دارن یا ندارن؟ و یا امی فلسفی که مسلمانان بنام فلسفی اسلامی دارن، این تقلیدی بیگانگان است و مسلمانان به خود منسوبش میکنن. مسلمانان چیزی را که بنام فلسفی اسلامی دارن، این ترجمه شده هست، این از بیگانگان گرفته شده هست و بنام مسلمان تمام شده. این تو برخی از صحبت ها در بین فلسفه اسلامی وجود دارد. اگر ما در فلسفه تقلیدی ببینیم، دو نظر متفاوت در این مورد وجود دارد که یکی این که فلسفه اسلامی تقلیدی هست یا نیست، و دیگر این که آیا فلسفه اسلامی تقلیدی اگر باشد تا چی حد، اگر نیست تا چی حد. ما اگر درباره فلسفه تقلیدی گپ بزنیم، تقلید اول ما میگیم که ما مسلمانان فلسفه تقلیدی نداریم، یعنی ما ای تو فلسفه و نظر و اندیشه نداریم که ما از خود هیچ نداشتیم، از بیگانگان گرفتیم و ترجمه کردیم و بیان کردیم و با مردم گفتیم. این تو نیست. تقلید چی را میگه؟ تقلید باید واضح شود که هدف این تقلید باید باشد. تقلید خود در نزد ما مسلمانان این است که انسان از خودش نظر نداره، چیزی که دیگر میگه او را ای هم زمزمه میکنه و بیان میکنه. از خود ای چیزی ندارن که بگویم، مثل که ما تقلید مذاهب داریم که تقلید اعما هست و تقلید کرکرانه هست، و یا بعضیش ها میگه تقلید بسنجش، یعنی تقلید است که اصلا نمیفهمه امو حدیثی را که سر استدلال کده غلط هست و سعیست، بخاطر که شنیده میگه سعیست و گفته شده میگه سعیست، گپش اگه دروغ هم میگه سعیست، اگه سعیم باشه میگه سعیست. کی تقلید کورکورانه یا تقلید اعما گفته میشه، یعنی تقلیدی که بدون از این انسان چشم خود باز کنه و خوب و بد را بفهمه، خوبیش بگیره بدیش را نگیرد. یک تقلید است که ما این تقلید اعما یا کورکورانه یا تقلید مذموم بد را میگیم، که الحمدلله فلسفه اسلامی از این قبیل نیست. تقلیدی که ما اگر ایتو یک تقلید می داشتیم، پس ما خود یک ابتکار و اختراع و اکتشافات اصلا نمی داشتیم. پس ما مسلمانان چیزی را که می گفتیم از بیگانگان گرفته و بالاخره همون گپ را می گفتیم. لیکن ما می گفتیم ما مسلمانان فلسفه تقلیدی نداریم، بلکه فلسفه اسلامی آزادی و حریت مطلق خود را داره، بخاطر که فلسفه اسلامی با روح دینی است، یعنی در چوکات دین مطابقت با وحی، عدم تضاد با وحی، یک نظر یک مفکوره را تهیه میکنن بعد از اون بیان میکنه. اگر این تو باشه که باز مسلمانان از خودش نداره، چطور فلسفه تقلیدی ما بگیم فلسفه اسلامی یک فلسفه مستقل و آزاد و حر باشه؟ یک تقلید اگر به این معنا در نزد از اونها باشه که از بیگانگان استفاده کردن یا از نظریات فکری و فلسفی گذشتگان در برخی از موارد مسلمانان استفاده کردن،
که نظریات افلاطون میگن، نظریات سقراط و ارسطو رو میگن، یا برخ از نظریات فلاسفه سوفیستای و فلسفه قدیم رو میگن. ای هم صحیح نیست، بخاطر که به این مفهوم همه فلسفه های جهان تقلیدی است بدون نظر داشت، بلکه فلسفه های گذشتگان هم تقلیدی است و این سنت الهی است. این سنت الهی همی است که انسان از علوم گذشتگان استفاده کنه، خوبی و بدیشان را بگیره، تفکیک کنه، خوبیشان را بگیره، بدیشان را ترک کنه، از خود نظر داشته باشه، از خود اندیشه داشته باشن، یک مفکوری خود را ببین، ای تو سعیس. لیکن ای تو یعنی هیچ تمدن یا هیچ پیشرفت یا هیچ امت ای تو نمیتونه بگه که ما ولا کلی چیز را که ما میگیم از خود اصلا از بیگانگان نمیگیریم و نه از بیگانگان استفاده میکنیم. کلی چیز از ما هست و ما از مادر تولد شده این تا عالم و دانشمند است. این را اونها هم ثابت نمیتونه و ما هم نمیتونه. فلسفه مثلا سقراطی از فلسفه سوفیستای من استفاده کرد. حتی فلسفه سقراط را که اگر میخوانیم میگه که از سوفیستای متأثر و زیر تأثیر از اینها رفته بود و باز آزادی خود را در فلسفه گرفت و نظر خود را مستقل کرد. اگر ما مثلا فلسفه افلاطون ببینیم که استاد خود را سقراط حتی در ذره به ذره استفاده میکرد که محاورات افلاطونی میگه که کتابایی است که به نام محاورات افلاطون با استاد خود سقراط، این هر هم ما میبینیم که حتی سقراط افلاطون از استاد خود اول اونجا متاثر بود، همون کلام یاوی را، لیکن در بعدن باز کم کم کلام خود را جدا ساخت، بعد از آزادی استقلالت کاملا فکری خود را جدا کرد. بالاخره باز آخرا محاورات پختگی سن است که یعنی نظر شخصی خود را مستقل و آزاد خود گفتن. لیکن به این مفهوم فلسفه تقلیدی نیست، بخاطر که هر فرهنگ از گذشتگان گرفتن تا حد، لیکن او را یا رشد داده یا خوبیشه گفته یا بدیشه انتقاد کرده، نقد کرده. مسلمانان در الحمدلله در فلسفه اسلامی این هیچ خوبی وجود داره یا این ویژگی وجود داره که مسلمانان یا تقلید فلسفه یونانی را بیان کرده، خوبیش گفته یا بدیش نقد کرده. به می اساس ما اگر یک نظر کوتاه را سر از این موضوع بکنیم، می توانیم بسیار بگوییم که درباره فلسفه تقلیدی دو نظر است. بخاطر کوتاهی درس دو نظر وجود داره، یک نظر دانشمندان غرب است مثل که در تأثیر بودن یا مثل که در فکر فلسفی بودن. نظریات دانشمندان غرب متعصبشان امیست که فلسفه تقلیدی است، یعنی مسلمانان از خود فکر و اندیشه و اصلا ندارن و چیزی را که هم میگه او ترجمه شده یونانی و سریانی هست و مسلمانان به زبان خودشان به زبان عربی ترجمه کردن و به خود منسوب میکنن و این تو چیز مسلمانان ندارن. اگر علم فلسفی را به علوم عصری میگی دیگه میگی، کلشان را از بیگانگان گرفتن ترجمه کردن به زبان عربی و باز به خود منسوب کردن و ای از مسلمانان نیست و مسلمانان از این فکر یا از فلسفه محروم هستن نیستن ندارن. این نظر اونها هست که فلسفه اسلامی را به تقلیدی متهم میکنه و بعضی از چیزهای را میگن درباره فلسفه اسلامی که اصلا ای قابل قبول و پذیرش یک انسان دانشمند و عقلمند نیست، امکان نداره که ای تو مسلمانان ای چیزی را از خود داشته باشه. و یک فیصله متعصبانه و غیر عادلانه هست که درباره فلسفه اسلامی اینها کردن یا میکنن. نظر دوم نظر علمای اسلام یا فلاسفه اسلام است یا فلاسفه شرق اسلامی هست که اینها به این نظر است که نه، فلسفه اسلامی تقلیدی نیست بلکه آزاد و مستقل و حریت و آزادی مطلق خود را دارد و به خاطر از این برخی از مثالهای را هم بیان میکنه که بسیار خوشبختانه دلیلی
قناعت بخشی است برای یزی که فلسفه اسلامی تقلیدی نبوده و نمی باشد. به طور مثال ما در بخش الهیات یا عقیده بحث نمی کنیم، نمی دیم به خاطر که عقیده ما و عقیده های دین های آسمانی گذشته و فعلی در بسیاری موارد فرق می کنند و مسلمانان از نگاه شریعت اصول سیس یکسان باشه و در فروعاتش در برخی از معتقداتش می بینیم که فرق داره به نسبت به دیگران و خاصتاً امی دین های غیر آسمانی که ساخت بشر است. اما حتی در بخش علوم عصری را اگر ما ببینیم که یک بخش فلسفه هست، علم طبابت، فیزیک، کیمیا، بیولوژی، ریاضیات، الجبر، در این هم ما مثال های داریم که مسلمانان در او پیشتاز بودن، نظریاتشان قابل پذیرش همه انسان ها گشتن، تألیفاتشان در رفرف کتابه ها خانه های اروپا وجود داره، ترجمه شده، تعالی از اصل مصادر آن علم است پیششان و ای ما میتونیم مثال های در طبابت مثل ابن سینا و فارابی را ببینیم، کتاب قانون طبی ابن سینا که در لسان های مختلف جهان وجود داره، در پانتون ها تدریس میشه، یک مصدر طبی به اونها شمرده میشه، همچنان ابن حیثم که یک دکتر عربی اسلامی هست، ای هم درباره خون، انواع خون و امراض خون نظر داره و ای را هم در کتاب های خود نوشته کده و قابل پذیرش انسان ها گشته. همچنان فارابی درباره اولویت و عقیده مسلمانان یا عصر یا مثلا فلک، علم طبابت اینها نظر دارن و همچنان مثلا خوارزمی و دیگه فلاسفه هم درباره برخی از علوم و نظریات و اینها نظر دارن که اینها خودشان کندی هست. در علم کیمیا بعض از نظریات دارن که یا کلشان دلالت برای میکنه که فلسفه اسلامی تقلیدی نبوده. اگر تقلیدی می بود پس مسلمانان این نظریات از کجا گرفتن؟ این خود تو نظریاتی است که در کتابای یونانی غرب در سریانی و عبری هم وجود نداره که ما بگیم که ترجمه اینمی مقوله فلانی فیلسوف است. برخی از اینها نظریاتی است که کاملا مستقل و آزاد و مربوط به می فیلسوف اسلامی میشه که از گذشتگان هم نگرفته، مبتکار اختراع عقلی خود را به جامعه انسانی شریک ساخته. به خاطر ای درباره تقلید بودن نظری از اینهاست که در تقلید اینها یک صحبتی دارن و فلسفه اسلامی را به چیزی تقلیدی بودن متهم میکنن که ای غیر عادلانه است و غیر صحیح، یعنی صحیح نمی باشه. در بین فلسفه تقلیدی ما یک عنوان کوتاهی دیگری داریم که در فضیلت فلسفه اسلامی است، یعنی ما میتونیم از این بخش درس خود برخی از چیزهایی را به دست بیاریم که بتانیم که فلسفه اسلامی تقلیدی نبوده. به خاطر از اینکه فلسفه اگر تقلیدی می بود این ویژگی را نمی داشت، این فضیلت ها را از خود نمی داشت. اولی که فلسفه بالعموم سبب تخریب دین های آسمانی شده، دین های آسمانی توسط این فلسفه ویران شد، تخریب شده، تحریف شده، مثل مثلا مسیحیت، یهودیت، عقیده تثلیث، عقیده الوهیت که اینها به سه خداوند معتقد هستند، سه خدا را عقیده دارند و شریک به خداوند می سازند، خداوند را به برخی از صفات های نقص متهم میکنن، مثل که علم خداوند میگه به چیزی کاملی نیست، خداوند خواب میشه، خداوند غافل میشه، خداوند گرسنه میشه، خداوند فلان ای تو برخی از چیزهای را اینها میگن. لکن خوشبختانه مسلمانان به می چیز توانستن که فلسفه اسلامیش بتانه، یعنی حتی دین خود را حفظ بکنه. اگر فلسفه اسلامی تقلیدی می بود
امیدو که اونها دینای خود را توسط فلسفه تخریب کردن مسلمان ها نمیکرد، لیکن نه، مسلمان ها توانستن حفظش بکنن و اونها تخریبش کردن، مسلمانان دین خود را حفظ کردن و نماندن که انحرافات بیرونی فلسفی بین اینها باشند و حتی بسیار به شدت و حساسیت درباره فلسفه نشان دادن، خوبیش خوبی گفته، بدیش بدی گفته، نقد کرده و تنقیدش شدید کرده و یه هم که پیروشگیس اگر نه مسلمانان مقلدین نمیدن باز هم اون زمزمه های و سازار خود را پیش میبردن و نمیتونستن چیزی جدیدی بگوید، بلکه همون گپای از اونها را میگفتن و نمیتونستن چیزی جدیدی را اینها بگوید. دوم، مثلا مسلمانان اختراعات و اکتشافات دارن درباره علوم، درباره برخی از فنون. مسلمانان هویدا و اشکار مثل افتاب برخی از چیزهایی دارن که در غرب نبوده، اکتشافات این مسلمانان هستن و متکلینشان هم همین مردم هستن و مخترعینشان هم همین علمای اسلام هستن، فیلسوفان اسلام هستن. پس این هم یک دلیل است که فلسفه اسلامی اگه تقلیدی میبود این ویژگی در فضیلت مسلمان ها نمیداشتن. مثل ابن حیثم که ما گفتیم درباره خون و آغاز خون و آغاز خون سو قدیم گفته جراحت، یعنی علم جراحت که آلی یک علم است و خان ابن حاتم دربارش نظریات گفته ها داره. ابن سینا مثلا در قوانین طبی و کیفیت استخدام طب و استفاده از علوم طبی و وسائل طبی که ما بتوانیم از چگونه وسائل استفاده کنیم در پیشرفت طب، در کتاب قانون طبی خود میگه، خودش یک دلالت بزرگ اختراعی است که مسلمانان داره. خوارزمی در الجبر و حساب و معادلات و رسیدن به هدف خود به کوتاه‌ترین طریقه یا به آسان‌ترین طریقه، ای هم یک دلیلی بزرگ دیگری است با ما شما به این که ما مسلمانان از فلسفه اختراعات داریم و تقدیر نمی کنیم اگر می کنیم که بس ما چیزی را در بین خود بنامه فلسفه نمی داشتیم، بلکه ما که می دونیم که ما داریم و یعنی ای هم یک ویژگی هست که مسلمانان اختراعات خود را دارم. سومشان مثلا یک فضیلت دیگری است که با ما شما از ویژگی فضیلت فلسفه نشان میده که او دلالت بر عدم تقلید بودن میکنه که فلاسفه غرب بسیاریشان از فلاسفه ای که بعد از اسلام در غرب پیدا شدن و با منصوب به فلسفه هستن، اونها هم از فلسفه اسلامی متأثر هستن. تأثیرگذاری خود را از فلسفه اسلامی نشان دادن و گفتن که ما هم از فلسفه اسلامی متأثر هستیم، از یک فیلسوف خاص متأثر است مثل جون فرونی، از فیلسوف فارابی متأثر است، یک فیلسوف فرانسوی جون فرونی است که این استاد خود را در فلسفه فارابی خطاب میکنه و میگم که من از فارابی متأثر هستم و چیزی که فارابی میگه او با من یک استادی هست، یک دلیل هست و بلکه بسیار از این استاد خود متأثر هستم و بسیار تأثیر گذاری بزرگی را به اینها بیان کرده و گفته. همچنان البیر الاکبر است، البیر است یا داره بعد از با البیر، البر، البری گفته، نه البیر بعد از بی یا هست، باری هست، با یا هست. البیر الاکبر از فلسفه ابن سینا متأثر است و یعنی دیجه غلط نوشته شده. البیر الاکبر همچنان یک فیلسوف است که از ابن سینا متأثر است و استاد خود را در فلسفه ابن سینا خطاب میکنند و همه چیز را از ابن سینا میگیرند و مقلدشان هستند و تقلیدشان را میکنند و این هم یک دلالت بزرگی برای فضیلت فلسفه اسلامی است. همچنان توماس الاکوینی است که یک فیلسوف دیگری فیلسوفان است که از ابن رشد متأثر است و تأثیر خود را ابراز میکنه از این که ما از ابن سینا زیاد، از ابن رشد زیاد متأثر هستیم. استاد من از در فلسفه یک انسان عقلمند قوی هستند و میگن که ابن سینا، ابن رشد یک دانشمند خوب هستند، حتی در برخی از موارد بسیار
تأثیرگذاری بزرگشان در این زمینه ابراز میکنن و میگن که ولا ابن سینا ابن رشد یک فیلسوف خوبی بوده و به ما بسیار یعنی چیزهایی را نشان دادن، علوم را از اونها یاد گرفتیم که ما میتونیم بگوییم که فیلسوف ابن رشد استاد است و یک فیلسوفی قوی هست، یک دانشمندی ویژه هست. در این مورد هم اینها صحبت دارم. پس اگر ما ببینیم این سی ویژگی یا فضیلت ها که در فلسفه اسلامی وجود داره، نماینگری از این هست که فلسفه اسلامی اگر تقلیدی می بود، اینها نمیتونستن از این تقلید میکنن، بلکه ابتکار و نظر خودم، بلکه اینها خودشان نشان دهنده از این هست که مسلمانان مبتکرین، مخترعین، دارای فکر، دارای نظر جداگانه است و اینها میتونن بسیار به سادگی نظریات خود را ارائه کنه و هیچ نوع مشکل در این مورد در نظر مسلمانان وجود نداره. به خاطر که یعنی اگر میبیود پس مسلمانان باز امی نظریات جدید خود را نمیدانستن ارائه کنه. به این خاطر اینها نماینگر یا دلائل ازی هست که اینها از خود یک نظر و فلسفه دارن که شاگردانشان هم امو فلسفی استازان خود را زمزمه میکنه و این خودش یک فضیلت یا ویژگی برای فلسفی اسلامی هم میباشه. به خاطر این برخی از چیزهایی بود که در فضیلت فلسفه اسلامی بیان میکنه و فضیلت فلسفه اسلامی به این چیزها فلسفه اسلامی را از تقلید بودن میکشه و با ما برخی از دلایل را بیان میکنه که ما من حیث یک مسلمانی معتدل و میانه رو باید به این متیقن شویم که فلسفه اسلامی تقلیدی نبوده و نه تقلید از کسی میکنه. اینها فلسفه اسلامی یک آزاد و مستقل است، به خاطر که مسلمانان داره یک فکر آزاد و مستقل است، دینشان آزاد است، فکرشان آزاد است و از کسی تقلید هم نمی کنه، به خاطر که تقلید اصلا یک چیزی مذموم است، خاصتا تقلید اعما در دین ما، به خاطر که این تقلید مذموم نامیده شده و اسلام میگه که این تقلید مذموم را نکنیم، به خاطر که این تقلید به یک مسلمان نمی زیبد، به خاطر که دین اسلام دین آزادی و دین استقلالیت و دین مستقل است و تقلید یک کار پدیده بد و زشت است. نباید مسلمانان این پدیده را به خود داشته باشند. به این خاطر تقلید در نزد مسلمانان کار بد است و کسی هم که میکنه او را یک نوع بد گفته. پس مسلمانان مقلدین نیستن بلکه مبتکرین و مخترعین هستن و آزادی خود را در این مورد ابراز کردن و بیان کردن. به این خاطر بسیار به سادگی میتونیم بگوییم که فلسفه اسلامی آزاد و مستقل بوده و اتهام تقلید از تعصب و از بدی از بدبینی اینها درباره اسلام بوده که اینها درباره از اینها یک فصلی غلط و عدم معتدل یا عدم عادلانه درباره اسلام کرده و به این خاطر این فیصله صحیح نبوده و تقلید غلط است که فلسفه اسلامی با به تقلیدی متهم شد، در حالی که فلسفه اسلامی یک فلسفه بسیار بزرگ است و فلسفه ای است که حتی به فلسفه یونانی چلنج میده که شما به غلط روان هستین، فلسفه های بزرگ جهان را چلنج میتن که شما غلط فکر میکنین، اصلاحات را در افکار شما میاره و حتی تحدگذاری جدید را برای علوم میکنه اونها و ای اگر تقلید گفته شود یک نوع یعنی ذمت یا کمفکری یا حتی یعنی نحق دادن به مسلمان در فکرشان است و ای هم فلسفی تقلیدی بوده. خدا کنه که شما هم چیزی از این فلسفه فهمیده باشین و یا درک کرده باشین. عنوان بعدیش که درس مستقل هم شمرده شده، لکن به می درس فلسفه تقلیدی وابسته هست که در این درس ما میتونیم
کمی خوبتر بفهمیم که فلسفه اسلامی تقلیدی نبوده، که تقریبا 5-6 چیز ویژگی هست که فلسفه اسلامی را نسبت به همه فلسفه های دیگر جهان ویژگی میته و جدا میکنه، که در او بعد از این درس ما شما میتونیم به سادگی بفهمیم که حقیقتا فلسفه اسلامی تقلیدی نبوده، به خاطر که از این ویژگی ها معلوم میشه که اگر تقلیدی می بود پس این مسلمانان این ویژگی را نمی داشت. انشاءالله که در درس بعدی خود او را هم شرح میکنیم و من الله توفیق.